بوسنیا، یکی از عنعنات در روز عید پاک مسیحیان یا ایستر پوشیدن لباس‌های محلی با تزیین کردن تخم مرغ می باشد. در جنوب بوسنیا رایبه‌ها تخم‌های مرغ را در ترکیب از گیاه‌های مختلف، پیاز و رنگ تزیین نموده و خواستند تا با هنرشان توجه اطفال را جلب سازند. آنها در این هنر از موم نیز استفاده کرده بودند که یکی از روش‌های قدیمی تخم مرغ تزیین شده با موم بود که توجه علاقه‌مندان را جلب می‌کرد. دبی، یک مسابقه اسب سواری در مسابقات جام جهانی در دبی توجه هزاران علاقه‌مند و مقامات ارشد ورزشی امارات عربی و کشورهای خارجی را جلب نموده بود. در این رقابت اسب‌ها با نژادهای مختلف دیده می‌شدند. جالب این بود که اشتراک کنندگان در این مسابقه با پوشیدن بهترین لباس‌ها نیز شرکت داشتند که توسط طراحان امارات عربی گفته شده بود و یکی از ویژگی‌ها در این برنامه شمرده می‌شد. روسیه، طراحان معروف در روسیه نمایش از مجموعه جدید لباس‌ها را پیشکش نمودند که مدل‌ها با پوشیدن اساسی زمینی مثل نکتایی، بوت، عینک و کلاه بیشتر توجه علاقه‌مندان مد فیشن را جلب نموده بودند. این مجموعه لباس‌های خزانی و بهاری که به سبک کلاسیک بود، بیشتر در آن از رنگ‌های روشن زرد، گلابی، سفید، کریمی کار شده بود که همه را متعجب نموده بود. چین، و یک مجموعه لباس‌های مردانه توسط شاگردان مکتب در هفته بین المللی مد فیشن در چین نیز مورد توجه قرار گرفته. در این مجموعه 22 دست طرح لباس‌های رسمی و غیر رسمی با طرح و طراوت شیک از پارچه‌های ابریشمی و نخی با ویژگی‌های خاص آن تماشاچی‌ها را متعجب کرده بود. این نمایش مد فیشن در پکن چین از سال 1997 آغاز به کار کرده و اکنون دستاوردهای زیاد در دنیای مد فیشن در کشور را نصیب شده است.